که خواهش بکنم خوب به برنامه توجه بفرمایید. هر چند هر روز که میگذره خبرهای خرسند کننده ای از سرزمین اهورایی ما میرسه و مهرورزی های مردان و زنان ایرانی در رابطه با رهایی از این دین تازی و رجال دین روحانیون استعماری و تمام تشکیلات ضد ایرانی که در ایران مستقر هست، هر روز که میگذره امروز دیگه با این نسل نو خبرهای خیلی خوشی میرسه و بسیار از این نظر من شادمان هستم. اما از یک نظر دیگه که میخوام به آگاهیتون امروز برسونم شوربختانه اندوهگین هست. اول از همه من میخوام، چون بسیار با شما صحبت کردم در این ماهای اخیر در رابطه با پیرپاتالها و پیرزنها، پیرمردها، لچک به سرها، ریشوها، تازی پرستها که پا به پای مردم نمیرند، اینها همون تازیانی هستند که سالهاست در ایران مستقر شدن به گونه‌های مختلف، وگرنه مردم و ملت ایران از شمال تا جنوبش، از دریای مازندران تا خلیج همیشگی پارسش، اینها انسان‌های آزاده و دلیری هستند که میهن خودشون رو مثل جانشون دوست دارن. من یک فیلم کوتاهی به دستم رسید، یکی از دوستان فرستاد از ایران و گفت سیاوش عوستان این رو تو ببین و ببین این مادر مهربان، دلت مادر بزرگ هستن عملان، گفت اینا وقتی که انجام شده به سختی رفته نشسته و در گوشی گفته که اینو برای سیاوش اوستا بفرستید تا بدونه ما هنوز هستیم. یعنی این شیرزنان آریایی، این زنان سلحشوری که واقعا اگر ایران تو این هزارها مونده از فیل که بوده تبدیل به یک گربه، ولی من میگم شیر شده، به برکت همین مادرها بوده، به برکت همین دلیران و گردآفرینانی بوده که امروز این دختان رو پرورش دادن، این دختانی که امروز میخوام یک تیکای دیگه بهتونشون بدم. حالا این عروسی نوشه این بانو که نمیتونه راه بره، عصا رو میگیره دستش، با عصا میرقصه، از پشت سر جوان رعنا مواظبه که نیفته ایشون و همشون شادن. مطمئنم هم گریه میکنم تهیده این مادر با چه شوقی، مادر بزرگ که میرقصه بعد آخرم روسریشو برمیداره و میگه توف به تو این نظام پلید حاکم بر ایران. ببینید این تاریخیست. حالا من از همه مهربان یارانی که این مادر بزرگ عزیز رو میشناسن، ازش خبر دارن، میدونن کجاست، خواهش میکنم برید و دستشو از سوی سیاوش اوستا ببوسید، پاشو از سوی سیاوش اوستا ببوسید، پایی که رقص کرد، دستی که دست افشانی کرد. و میدونم مثل این بانو در ایران میلیون هاست. من از همهشون میخوام خواهش کنم که این گونه برقصند، حتی اگر عروسی نیست، جشن زایش که هست، حتی اگر زایش و عروسی نیست، حتما جشن مهرگان و تیرگان و شهریورگان و اینا هست، ما عروس جشن داریم. برقصید مادر بزرگ های عزیز و فیلماتون رو بخش کنید، چون پیروزی امروز با شماست. ببینید دختراتون چه شجاعتی گرفتن، با چه شجاعتی میزنن این تازیان حاکم بر ایران رو، کتکشون میزنن، دیگه ترس نداره، دیگه دختر ایرانی ترس نداره. و اینها
پرورش یافتگان دست این مادر بزرگا هست. ما رو تهدید میکنه، از همون میخواد پین بگه، میخواد ما رو بزنه. آره زنگه، آره زنگه، هرون زده. نه خوابارون گله با دومه دار، من همجوری که میبینمش حال میکنم. گله دل ناز که خسته، گله پر پر نگو باده ولانه. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش و بونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، فرمانده ی ما تازی خانم دهنه تو ببند. آقای گودرزی زنگ بزنید بیاد ببرنش. خانم حواس دهنه تو داشته باش. گودرزی گفت ایشون بود. حواس دهنه تو داشته باش. آقای گودرزی زنگ بزنید. ببین داره توهین میکنه. خانم دهنه تو ببند. میرنم تو این اسلامه. دهنه تو ببند. بفرمایید. بفرمایید خانم. هر چی عقب مونده در بدن زنگ بزن داش بیا. خانم یعنی چی؟ بفرما بیرون. بفرما بیرون. جیره خو. بفرما بیرون. من خدا شاهده تمام فیلم تو همه جا پخش میکنم به جرم مزاحمت ناموس مردم. نگاه کن منو قشنگ ها پدرت هم در میارم. آتش 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 در جان شما. ای خصم ما، ای رهبر پرکینشان، میخوانیم با بود و نبود من، با شهیدان و شاهدان من. نام تو ترانه. هزار سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربان است، ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. میهن رو مردم ما خیلی دوست دارن، نشانه های میهنی رو بسیار دوست دارن. من این فیلمی که از این برادر مهربان دیدم که سر تا به پاشو پرچم ایران کرده، خیلی لذت بردم. و حرفهاشو که حرفهای بزرگی است، پر از درد و رنج دیرین ماست، این مرد رو میگم، این انسان رو آزاد. اوکی. دهنه کسی هستی که اومدی همچی سوالی از من بگونی؟ چی بگیم بهشون؟ چی بهشون بگم؟ بهشون بگم شما ها چی هستین؟ شما ها تله میدین، هنوز هم نفهمیدین. همه تون هم برگشین گفتین روح منی خمینی، کرخری خمینی. دقیقا. خب؟ بله. و بعد حالا تو این فکر افتاده اسم شدی. اوکی. تلسم آخوندا. اوکی. تلسم یارو رمالا. بله. خمینی وقتی اومد شما رو برد تو قبرستون. تو قبرستون میدونی چه معامله با اتون کرد؟ هیچ کدومتون نفتن جوانای بیچاره که به این درست نیست. این باباهای ما بودن که
خر بودم. حالا دهونشو ما باید پس بدیم؟ دهونشو ما حالا قاطع بهتون بگم عزیزان من، در درون نظام پلید اسلامی تشنج و درگیری شدت گرفته و بالا رفته. در برنامه های اخیر چندین بار عرض کردم که رئیسی وزارت اطلاعات اسماعیل خطیب و خیلی از وزراش و حتی نیروهای پلیس و شهر بانی اینها گفتن ما به هیچ عنوان دیگه قانون حجاب رو عملیش نمی کنیم، یعنی مردم آزادن هر پوششی که میخواد داشته باشن. و در همین برنامه های پسین گذشته من با آگاهیتون رسودم که انسانهای پلیدتر از اینهایی که نوکران صدام حسین هستند، نوکران بیگانه هستند، لباس تنشون که بیگانه است، فکرشون هم بیگانه است و با مأموریت ویران ایران دارن کار میکنن، اینا الان که میبینن که نیروهای ایرانی در قدرت نه تنها مزاحم دختان آریایی نمیشن که حتی مزاحمین رو میگیرن. نمونه های بسیاری هست، فیلم های زیادی داریم. من این فیلم ها رو نشون نمیدم که کینه برای این عمرا، افسرا، سرهنگا اینا پیش نیاد، کینه ورزی نکنند و برایشون فیلم هاشون نشون دارد. ولی فیلم زیاد به دست ما رسیده که مأموران پلیس و مأموران لباس شخصی امنیتی، نه حزب الله یا بیگانه، نه این تازیانی که تو ایران اومدن میخوان خرابی و دمار برای ایران بیارن، اون انسانهایی که ایرانی هستن، این مزاحمین رو بازداشت میکنن، اینا رو میبرن کلانتری. حتی نمونه های زیادی درگیری در خیابان بود که یارو میگه آقا من سردارم، خودم من سردارم، تو کی هستی؟ چرا میخوام بگیری؟ گرفتشو بردشو، حتی میخواست این خفه کنه. من میخوام بگم مردم، همچنان که از بچه ها دفاع میکنید، از دختره ایران دفاع میکنید، اینا رو کتک میزنید، کار خوبی هم میکنید، میزنید این فاشیست های غیر ایرانی رو، وقتی میدید یک مأمور پلیس مزاحم رو گرفته و مزاحم میخواد ببره کلانتری اونها، اونجا تو پلیس رو باید ازش حمایت کنی، پشتیبانی کنی. مأمور پلیس، پلیس ایرانی است. الان دیگه در خود سرزمین ما، در داخل ایران ما داریم. حالا چون الان این حد اعلاش رسیده و اینا انتخاباتشون هم در پیش هست، به خاطر رأی جمع کردن علکی، چون انتصابات انتخابات که نیست، ولی برای که مردم رو شور داشته باشن که بیان صفا رو پر کنن، الان اینها این مسئله حجاب رو شما میبینید. وقتی که میبینید خانم با سگش رفته تو بال، میگه اسلام چه مزخرفیه، هفته پیش گفت، میگفت حسین چه فلان. تا این حد اینها تحمل میکنن. و قاطع بهتون بگم بزنین اینا رو، اگر شما رو خدا نکرده برن کلانتری که اینا رو گذاشتین، ولتون میکنن. فقط مشکل الان امین رئیس قوه قضاییه و باند قضایی است، که باند قضایی از اولی که عراقی ها حاکم بودن، چون موسوی شاهرودی که اصلا عراقی است، نوکر صدام حسین، سالها مأمور صدام حسین بوده، بعد میاد اینجا یادتون نره مأمور جاسوس که پیشونیش ننوشته که من جاسوسم، پیشونیشو میسوزونه که بگه من سجده کردم، بیاد ایران قهر کنه مردم رو. اون که قوه قضایی بود اصلا زاده عراق بود، شاهرودی رو میگم، لاریجانی که زاده عراق، پدرش هم عراقی بوده، نه همین نوکرهای صدام حسین و انگلیس و استعمار، خود اینها در رژیم جمهوری اسلامی وزارت اطلاعاتشون ثابت کردن، مصاحبه ها کردن افرادشون و گفتن اینها مامور انگلیسی هستند. الان این محسن اژه‌ای هم از همون نوجوانی، جدا از اینکه بیمار دکتر کاظم سامی روانپزشک و وزیر بهداری، اولین وزیر بهتری بعد انقلاب سیاه بود، مثل خلخالی مریضش بوده، اینها یک مشکل روانی که داره، دو اینها نوکرایی هستن که مدام ایران رو ویران کنن. به خاطر همین الان که میبینه بخشی از وزارت اطلاعات، حتی نیروهای دیگه امنیتی، دیگه مزاحم بچه‌هایی که روسری ندارن نمیشن، این اومده اعلام کرده که، و این کارش خوبه چون تایید میکنه حرفای ما رو،
تأیید میکنه. اومده گفته که آره ما میخوایم یک حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بسازیم. یعنی قوه قضاییه بیگانه استعماری حاکم بر ایران قوه قضاییه. میخواد برای خودش پلیس و مأمور مخفی درست کنه. اینو نباید بهش اجازه بدید. اینو نباید اجازه بدید که با پول مردم بیان یک نیروی سرکوب دیگه. چون این گشت ارشاد هیچ کسی به عهده نمیگیره که بگه ما رئیسشیم. اینجوری اینا میخواد قوه قضاییه چون قضایی است این کار بکنه. نکته دیگه اینه که شما آتش به اختیاره رو باید کتک بزنید. هر جا دیدید بزنید. مأمور پلیس اینا رو میگیرن. چون الان آتش به اختیارها طبق قراردادهایی که اینا با غرب بستن، چون غرب میدونی با اینا کار میکنه و برای اینکه غرب بتونه کارش راحت بکنه، دردسر نداشته باشه، نفتش گازش اینا که میخواد بره، یه تعهداتی از اینا گرفته. یعنی فکر نکنید که اینجا یارو گربه چی عابد شده، آخوند و شیخ مولا آدم باشه نیست، الا اینکه سر دار بره، کاری که رضا شاه کرد. اما اینها تعهداتی دادن که نسبت به این تعهدات آتش به اختیار تو خیابون باشه باید بازداشت بشه و شما باید کتکش بزنید. آتش به اختیار نداریم ما. هیچ پیرزن، پیرمردی، جوانی، این مزدورای حقوق بگیری که با لچک و چادر و چاقچون میان مزاحم شما میشن، مزاحم زن و بچه و دخترتون میشن، اینها آتش به اختیار باشن، گشت ارشاد باشن، هر مزخرفی که باشن شما اینو میزنید. قانونی نیست، قانونی نیست. وقتی هم کتکشون میزنید اینا یادتون نره. اینها وقتی که همین در چند ماه اخیر وارد بازار جانشون کردن، دوباره میلیارد دلار بهشون پول دادن، تعهداتی ازشون گرفتن. شما باید از این ور بازی کنید. تعهداتی که اینا دادن اینه که شما مزاحم شما نباید بشن. روان بازار صابر عزیزم شاد نیست با ما، مسعود سپند نیست با ما، کسی هم دیگه. واقعا این سپید پوشی که ما سالهاست شعارش رو میدیم، تاریخ 7000 ساله اوستایی که همه شما دیگه ازش استفاده میکنین و خیلی موارد دیگه، آتش زرتشت رو زیبا به شعر در آورد بازار صابر که آرم برنامه ماست، در اول برنامه میره که از خون سیاهوشیم، از جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمی پوشیم. امسال فرشته ایران آریایی شهبانوی عزیزم با نهایت خستگی و فرسودگی که نسبت به سنشون دارن ولی مثل شیر سر پا وایستاده، در قاهره که تشریف داشتن مثل همه ساله سپید پوش شد و این سپید پوشی نمیدونه چه تأثیری تو جامعه ایران گذاشته، تو جامعه ایران چه تأثیری گذاشته. دو هفته مریض نشده، دو هفته مریض نشده، به من خبر میرسه، عکس میرسه، چه میرسه که هم میهنان ما سیاه پوشی رو کنار گذاشتن، بنی هاشم نیستن، سپید پوشن، سپید پوش بر مزار یارانم که میرن سپید پوش. بعدم دخترای ما این گردآفریدا، شما فکر نکنید که
میترسن و وحشت دارن و طرف زنگ میزنه، تلفن میزنه، اس ام اس، آ این ما با اون کار بکنیم، با این با این با شما تماس ما یواسا که ما رو ببینید دخترای شیر دلیل سلحشور که در برابر رژیم وای میستن هیچ کاری نمیکنن، میگن ممنوع علی میخواد داشتن آب بخوره ها، آب این خود تو خانتون شده، ولی میزنه میگه یه پیک دیگه بزن، یعنی چوف میندازه به این سنت بنی هاشمی که در سرزمین من حاکم کردن و با این دختران ما رو به کنیزی بردن، 14 قرن مردان ما رو کشتن و سر بریدن. اینها ستودنیست کار این بچه. آیده هستم، پیک اولمه. محمد رضا شاه هر روز که میگذره در دلهای انسانها جاهای فراخ و گستردهی باز میکنه. این سخنان گوهربارشه که 40 سال بود پنهان بود، الان به کمک این رسانه های و شبکه های عمومی به دست من و شما که میرسه، شما میفهمید که چه گوهری داشتیم با و چه پادشاهی. بین هیچ ایرانی دو ایرانی تفاوتی نیست، یا بنا باشد یا کارگر باشد یا زارع باشد یا قاصد باشد، با بالاترین مقام دولتی که نخست وزیر مملکت باشد، هیچ فرقی نیست مگر فرقی که در شغلشون هست. و امروز کسانی که همچنان میان و به محمد رضا شاه به ویژه و رضا شاه توهین میکنن، یادتون نره اینا همه نوکران بیگانه هستن. چون خوب اینو گوش کنید، بارها گفتم باز میگم، تمام این کسانی که احزاب چپ مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کمونیستی همه اینا هستن، یک، دو، همه اونایی که خیلی خیلی از اون چیزای ملیگرای آمریکایی هستند، خیلی خیلی از اون آزادی خواهان کنفدراسیونی فلان فلان انگلیسی هستند، این همشون واسطه به خارجن. هر حزب و گروه و دسته پول میخواد. شما پول به چه حزبی میدید مردم ایران؟ به چه حزبی پول میدید؟ به هیچ حزبی پول نمیدید. همه این احزاب که ساخته شده، گروه ها و گروهک هایی که از زمان محمد رضا شاه تا الان درست شد، اینا همه وابسته به بیگانه بوده. اکثر اینا هم از عراق، حتی خود روحانیت رو عراق تقویت و تقویه میکرد. من این رو دوباره میخوام بگم، تاکید کنم که روحانیتی که در عراق بود و رفت آمد داشت دور خمینی و فلان و اینا، اینا از همه امکانات امنیتی و اقتصادی برخوردار بودن. حتی اونه که تو ایران میوادن میرفتن، همه جاسوس، همه جاسوس، الان همه جاسوس، همه زده محمد رضا شاه. ولی شما ببینید اون نسلی که جوانه، اون نسلی که نتونسته بره خارج زمان محمد رضا شاه یا اوایل، مثل ظریف از وقت دانشجو بود این نوکر اینا شد، چون وقتی که دانشجو بس یه میگیرنش تا یادتون در آدم ها تا میگیرن، مثل جمهور اسلامی تو به موبه که میگیرن، نه قلب هم میگیره تا میگیرن رو دیگه پیشنهاد میکنیم یا با ما همکاری میکنیم میذارید بیرون. ظریف نوکره. الان میرز برنامه که مطلبی که میخوام بایدتون برسونم مربوط میشه به طالبان در افغانستان و نقش بسیار بسیار مهمی که دولت روحانی خصوصا و شخص ظریف به ویژه داشت به قدرت دادن به اینها با میلیاردها دلار پول و امکانات نظامی پیشرفته. طالبان کنار بخوابون بگیم، وقتی که اسمش ایرانیه، قیافش ایرانیه، ولی نیاکان تهارت گرفت و زن پس دگر عشق از یاد رفت، نکویی در این خاک برباد رفت، چنین بیخرد قوم صحرانه بر به ما دین به شمشیر تحمیل کرد، چگونه شد این زندگی پشت رو تفو بر تو ای چرخ گرد تفو، نه هر یک به ما زندگانی کن، چنین کرم بی شرم صحرانشین به سر داشت رویای ایران زمین. زمانی که لشکر به ایران رسید، خرد خانه ها را به آتش کشید، چو اجداد من چو تازی به ما حکم را می کنند،
به هر کشور آزادی ارماندنیست، به کوهی به غیر از خرد. حالا شما ببینید بدبختی نه به جای رسیده که نیروهای حزب الله درجه یکیشون که نوه خونی میکردن، جدا از اون نوه خونه که باجناق شدن، جلیل باجناق عجب صدا کرده، هر کی دیگه باجناق داره میترسه به باجناقش تلفن بزنه، میترسه باجناق رو خونه دعوت کنه، اصلا میگه نگونی باجناق، از اون باجناق باشه، باجناق رو خراب کرده. حالا مرسی خونهای اینها، روز خونهای اینها، نوه خونهای اینها، جدا از اینکه شما دیدید چقدر سازمان یافته سینه‌زنی های اعتراضی ضد نظام رو دیدید، الان دیگه نوحه یارو آیایتو دوری نوحه میخونده میزده تو سرش، حالا داره میزده تو سر آخونده. بعدم نکته مهم عزیزان من خوب گوش کنید، الان فصل جدیدی برای آزادی ایران باز شده، این فصل جدید رو نباید اجازه بدید که دیگر بار استعمار که نمیخواد اینو بیاد ببنده. اون چیه؟ میگن آقای هیئت های سینه زنی که یزد و بر اینا بودن، اینا سینه میزدن و شعرهای فرد، اینا کار خود اطلاعاتی هست. سربه های مذاب سرد شدند، قهرمان های جنگ ترد شدند، سرخی روی ملت از سیلیست، کف بازار جنگ تحمیلیست، دادن خرج خانه حیات است، نان خالیش هم مکافات است، فقر و ظلم و فساد میبینیم، در خبرها زیاد میبینیم که فلان نقطه اختلاس شده، مملکت لقمه خواص شده، یا فلان طوله فلان مسئول. چون مسئول امنیتی باید بلد باشید تا بدونید که یک مدیر کل آزاده، یک مدیر کل میتونه کارایی بکنه. خب این در شکی نیست که نیروهای ایرانگرای ما هستن و اینها رو سازمان یافته گذاشتن کار بکنن، و ضربه ای که اینا زدن و میزنن به مراتب بیشتر از این هست که اونا میان گریه میکنن. نه، اینها افشای جنایات نظام رو کردن و میکنن، کارشون بسیار عالی است. و خیلی هایتون نره در نیروهای اطلاع، ما حفاظت اطلاعات سپاه داریم، بعد ارکان مختلف اطلاعاتی رو داریم در ژاندارمری، در پلیس، در ارتش، در نیروی هوایی، در نیروی دریایی، اینا هم داریم، بعد وزارت اطلاعاتی داریم که تو قوه مجری است. اینها همشون مثل حفاظت اطلاعات سپاه نیستن. حفاظت اطلاعات سپاه 100% ارتجایی، استعماری، آخوندی، علی خامنه‌ای. بقیه اینها توش نفوذ شده های ارتش شاهنشاهی است. ارتش شاهنشاهی ایران نمرد. ارتش شاهنشاهی ایران بود که سرباز، حالا شما بگید پاسدار، تربیت کرد که اینها رفتن در برابر صدام حسین ایستادن. من این مسئله رو نمیخوام امروز زیاد اینجا باز کنم، چون برای برخی امکان داره مسئله دار بشه، ولی میخوام این رو قاطع به شما بگم، وقتی رضا پهلوی، وقتی یاسمین میگه که از ایران نیروهای نظامی با ما در تماس هستن، درست میگه. ارتش شاهنشاهی بخشی اعدام شدن، کشته شدن، ولی بقیه با رندی، رند شیراز حافظ، با رندی، رندی میشدی خراسانی ایرانی، با دیپلماسی موندن، نفوذ کردن و دارن الان کار میکنن. اینا دارن کار میکنن، همینا بودن که رو نجات دادن. الان در جنگی هم که دارن فراهم میکنن برای ایران، من مطمئن هستم که اینها راه حل پیدا میکنن و جنگ های و مرزهای ایران حتی نخواهند گذاشت برسه، خارجش میکنن. پس ارتش و نیروهای امنیتی و نظامی و پلیس شاهنشاهی ما در ایران فعاله، بچه های خودش ساخته، جوانای خودش ساخته. من خیلی خبر مهم از 40 سال پیش دارم تا الان، از 43 سال پیش که 44 سال پیش که انقلاب شد. مثلا بزنین چند تا مورد امروز اینجا به شما بگم. مثلا شما در نظر بگیرین اینها عمرای ارتش رو کشتن،
قهرمانان و دلیران ما رو. بعدم تا یه عده از بچه ها فهمیدن که کار استعمار بوده، اونایی که حتی رفتن جنگ، وقتی رفتن جنگ بچه های جنگ خیلی چیزا فهمیدن، خیلی چیزا فهمیدن، سکوت کردن. اینا اومدن نفوذ کردن و اینا رو حفظ کردن. الان در ایران، در سازمان های نظامی ایران، تمامی عمرای ارشد و پایین تر نظام پادشاهی که کشته شدن در کودتای چک و چه و اینا که گفتم کشف کردیم که زمینه حمله صدام حسین رو به ایران هم فراهم کردن و غیره، اینها رو بیوگرافی های بزرگ، سرگذشت های بزرگ، زندگی نامه ها و کتاب ها براشون نوشتن که هرچند همه مثل کتابی که در مورد رضا شاه نوشتن پخش نشده در کوچه و خیابان فراگیر بشه، ولی در جایگاه های مهم کشور وجود داره و قابل استفاده است. و من امیدوارم به زودی این کتاب ها خسروداد، رحیمی، جهانبانی بوتن برای ارتشی های ما الان، برای نیروهای نظامی ما الان، اینا بوتن، کارهای روی نشده پخش نمیشه، بچه ها هم میترسن پخش کنن، چه هایی پخش کنن، مثلا موزه درست کردن در نیاوران، اسم موزه هم بود شهبانو فرح پهلوی، من نشون دادم به شما، لباس ها رو نشون دادم، موزه شهبانو فرح نشون دادم، مردم رفتم جز دیدن، بلیت میخریدن، موزه شهبانو فرح تو ایران. خب تا همه گیر شد بستنش اونجور. الان هم برخی از مطالب میگم که شما قوت قلب بگیرید، وجود داره، ولی اگه عمومی بشه بیاد باز اینا جمع آوری میکنه، ولی وجود داره. حالا در همین راستای پاسداری، این یک نوع موزه کاری است، موزه از شخصیت ها و کارها و فعالیت ها و تلاشش. یک کار دیگه که همون موقع کردن که اینو من در جریان هستم، اینها اومدن برای تمامی قسمت های مختلف هنرمندان یک سری خبره ها رو گذاشتن که اینا آثار اینا رو جمع کنن، گردآوری کنن آثار اینا رو، آثار اینا رو گردآوری کردن که از بین نره. مثلا خواننده ها رو، مثلا ویگن رو، حتی خواننده های 6 و 8 رو، مثل خانم شهره، لیلا فروهر، همیای عزیزم که جای خود داره، استاد اکبر گلپا که جای خود داره، اینها اومدن تمامی کارا اینا رو جمع آوری کردن. بعد جدا از این که جمع آوری کردند، یعنی موزه درست الان هست، یعنی ایران آزاد بشه، شما بچه های کارا رو کردن. من برام میخوام بگم که سپاسگزار اون نیروهایی باشیم که تا این 44 سال برای ایران کار کردن در هر کجا که بودن. موزه های مختلفی درست شده برای هنرمندان، تمام حتی یارو طرف خودش خیلی چیزاش خبر نداره اونجا هست. من براتون چند بار یه چیزی پخش کردم، مثلا فردین توی یکی از برنامه‌های رادیو میره، تو اونجا خودش میخونه، طنز هم میخونه، شعر هم میخونه، موزیک هم هست و اینها، اینجور چیزا زیاده که اینا در آوردن، الان هم هر از گاهی تیکایی ازش پخش میشه. یا مثلا خیلی از این فیلم های مستندی که تلویزیون ها ساختن، مثل من و تو، مستندهای زیادی ساخت و بعد یک سری آرشیو هایی رو که بهش دست پیدا کرده، این آرشیو ها همش از آرشیو انگلیس، تلویزیون انگلستان نبود، خیلی از این آرشیو های داخل خود کشور بود که اینا خارج کردن. مثل فرض کنید، مثل به دست آقای رضا قطبی رسید، چون رضا قطبی رو توی ایران سابقه کارمندانش همه دوستش داشتن دارن، حالا اون موارد دیگری که قبلا صحبت کردم بماند، بهش رسوندن و ایشون پخش کرد، همچنان که الان به ما میرسونن خیلی چیزا رو، عکس و خبر و گزارش. من اصلا وقت ندارم که یک ساعت در هفته برنامه دارم که اینا رو پخش کنم. مثلا همین نامه رئیسی که رسما نوشته به قالیباف الدنگ که گفته آقا تو مجلس یک بار خلبازی را نندازید، بخواید قانون حجاب و اینا رو به یه تصویب برسونید، ما اجراش نمی کنیم، الان از مرکت خرابه، و هم مرکت میگه خود چه میگه، از ما خراب، الان من تو رو امکان دارم دارم کلمون بکنن، ما این نمی کنیم. و به محسن اژه‌ای هم بهش بگم این بمبول بازیش بذاره کنار، این خود اینا دارن میگن، وزرا دیگه شون گفتن، تو خود پارلمانشون گفتن، متوجه میشین؟ خب این نامه رو من الان 4-5 روزه، چون برنامه من پنجشنبه که هست،
قبلش به دست من رسید و گزارش شما دادم. من تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردم، من تو اسکرام خدمتتون اینستاگرام و فیسبوک و جای دیگه منتشر کردم، به این برنامه نرسید. خب اسناد زیاد خارج میشه از کشور، او چه اسنادی از قدیم ما خارج کردیم، زمان اون جریان سعید امامی و روزنامه سلام و اون جریان جنبش دانشجویی که بچه‌ها از پنجره پرت می‌کردن و اونها رو با یک سری از بچه‌ای که الان هم داخل ایران هستن خارج شدن، تحصیل کردن، به جایگاهی رسیدن. خبرها هست، اخبار هست، خارج میشه. برای همین که کار بسیار عالی است، کار بسیار خوب میشه. بایستی شجاعت و گستاخی رو داشته باشید که بدونید آتش به اختیارها رو کتک بزنید، شما اینا رو ببرید پلیس. کلامتری پلیس، پلیس شاهنشاهی است. اون چندتایی که حزب الله عراقی صدام حسین هستن بهشون بگیم یا تو باید برید تو برای صدام حسین باید عراق کار کنی، مردک زنه که لچک به سر عبا کشیده به سر، اصلا عباهایی هم که سرشون مال عراقی هست دیگه، چون زن عراقی رو ببینین اینا میپوشن. عراق ما به عراق مخالفتی نداریم، عراق صدام حسین رو میگم که اینو نوکر صدام حسین هم وارد شدن 40 سالی تو ایران 1 میلیون بودن، آنو 6-7-8 میلیون شدن، همشون هم حقوق میگن در 20 دلار، 1000 دلار، 500 دلار و میان مزاحم بچه ها میشن. بچه ها بزنید، فکر هم نکنید که یارو پیرزن پیرمرد چیه، دمونجا که توی فیلم ها بهتون نشون دادن، بزنید اینا رو. ما رو تهدید میکنه، از همون میخواد فیلم بگه، میخواد ما رو بزنه. آره داره توهین میکنه. اسلام نام محمدی. خانم دهنه تو ببند. میرنم تو این اسلام. دهنه تو ببند. پدرتم در میارم. آتش 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 در جان. بزنید حرومزاده ها رو تا این که هر رو برن. برای $10 نیم مزاهم آدم های ما باشه. بچه ما باشه. مردم پا گذاشتن رو ما. رفتن عمیق ترین جا اقیانوس. ناشناخته ترین جا جنگل آمازون، بلندترین کوه آره کرده ای سرده کرده ای تو ما. خب بیا بیرو یه نفس بکش، میمیری اون تو خفه میشی. کشف کردن تک فامیلی ما همچنان سرشون تو کیونه ما، یعنی میخوام بدونم تو سیر نمیشی، خستم نمیشی، یعنی تمام جاذبه و گردشگری دنیا رو. حالا اون خبر بدی که میخواستم بهتون بگم اون اینه که رسانه بلومبرگ یک تشکیلات فینانس اقتصادی است وابسته به اقتصاد جهانی، یادتون نره گورگ سایروس که من میگم یک فرد نیست، این اقتصاد جهانی، نظم نوین جهانی، یک فیلسوف داره که اون فیلسوف از پیش از سقوط شاه برنامه ریزی کردن و فلان اینا، ولی اینها چندین نفر هستند که در هدف با هم مشترک و متحد هستند، در هدف با هم مشترک هستند. گورج سایروس، حالا جورج سوروس فیلسوف این قضیه است، طراح این قضیه است و کسی است که نه که از امروز، اینا از هزاران سال پیش بعد وقت ببخشید نازنینم عشق من ای مهربان یاره تناز و نازنین، هزاران ساله که نظم نوین جهانی میگن، حالا اسمشو نظم در جهان وجود داره، حکومت جهانی وجود داره، اونایی که اومدن اخلالگری بکنن توی رو ترتیبشون دادن، وگرنه نظم جهانی وجود داره. علکی که نمیانیم هم جهان رو ول کنند دست یک مشتادم دیوانه که هر کار خواستم بکنن، نظم بوده، ترتیب بوده. اینا رو ما نوشتیم توی یک نمایشنامه هم خیلی کوتاه. حالا این ها از سال 1970 که تصمیم گرفتن شاه رو سرنگون بکنن، خب نظریه ها تزای دکترا فلان اینا زیاد داده شد و اونی که عملی شد و کار گرفت تئوری اوپن سوسیته، جامعه باز جورج سوروس بود. چون جورج سوروس در جامعه باز میگه که با همین دموکراسی و انتخابات و فلان اینا که راه میندازه، یعنی هر که هر ساعت بخواد خواهرش سرویس ما از بالا میشه پایین، دموکراسی جامعه آزاده، جامعه بازه. چی میگه آقای نیکولا سرکوزی پدر سوخته بیا به خواهرت سرویسه. آقای مکرون الان خوب کار نکنه فردا ترتیب داده فردا، چون ببین نه تنها ایران، من قبلا در مورد ایران، الان خارج از کشور دنیا بوت نداره که، دنیا بوت نداره، هیچ کشور دیگه بوت نداره، فرانسه شاردگان نداره، فرانس رو میتران نداره،
هر کی بیاد فرداش خرابش کنن که بندازنش، یه جامعه بازه، بوت نباید داشته باشه. بوت که نبود ها، حالا بلومبرگ این بحث وادشون بعدم اینا تو نره، برای که میتونن همه رو خلق کنن بیارن تو چتر برای خودشون، رسانه تا بقای همه رو زمین رسانه میبرن. اگر رسانه بقای ببر به رسانه، رسانه میدن به دری حل کنی. بعد رسانه چی میدن؟ حقوق بشر، انسانگرایی، سوسیالیست را. اینا هم که همه تو دوست دارین که میرین دنبالش، ولی نمیفهمی که بابایی سرنخش دستی گرگ سایروز بعد بعد ببخشید. خوشبخت عزیزم، عشق من، ماه من، بهت نشون دادم که 600-700 تازی او انجاهای جهان مال همین نظم نویل جهانیه. خود اینا هم مبرن هم مدوزن، هم بیه مفروشن هم بو مفروشن، هم میان برای حقوق بشر چرا این کاری کردی خارج سرویسه، همه میگن که خب حالا که سرویس کردی اصلاح میخوای بیا اونجا میخوای جنگ. اینا درس میخواد که بایستی ساعت ها صحبت کنیم. اما بلومبرگ اخیرا اعلام کرده، این گزارش رو میبینید، که افغانستان داره هزاران نفر رو دم مرزهای خودش با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی که از امریکا به ارث برده آماده می‌کنه برای حمله به ایران، و صدها تن کامیکاز یعنی نیروهای انتحاری دم آماده کرده که از این بعد میان تو ایران همینجور بترکنن، همینجور بترکنن. ها از اون طرف هم که شنیدید امریکایی‌ها نیروهای زیادی رو در منطقه خلیج فارس همیشه که پاش پیاده کردن، برای اینکه ایران دیگه الان نشد با انقلاب و با فلان و اینا، ایران طعمه بزرگیه برای اینا، اصلی ترین طعمه لقمه ایرانه، اطرافش هم که تمام همسایه‌اش دشمنشن. یک عمران خانی هم بود اومده بود توی پاکستان، این چند بار رفت ایور ایور از جمله عربستان سعودی رفت، از جمهوری اسلامی از ایران دفاع کرد و دعا و چپا و بعد تو خود ایران اومد گفت با زبان فارسی بوده، یه استعماری آمدن زبان ما رو عوض کرد، زبان فارسی بوده و تو محمد فارسی هم میزد این زبان رو. این هم دیدار این هم یکم دومی جنبونه جامعه باز جامعه دموکراتیک ترتیب شد دادن تفلی رو انداختنش زندان، مثل ماشه کساب رئیس جمهور اسرائیل رفیق ما همشهری هم خوی یزدن با ما همشهری الان مثلا نارد نیچه میشه دیگه، یزدیه مادر چقدر خوبی داره، این موسا کساب ماشه کساب رئیس جمهور سابق اسرائیل مادرش هم چه قشنگ فارسی حرف میزنه، من پخش کردم برای شما. این مادر هست که او فرزند میسازی که مهاجرن ولی میروجه میشه رئیس جمهور، چه بلایی سر شدن همه موشن قصاب بیچاره رو کتاب های زنده بایش افته لاست داده. حالا تو ایران که همه باجناق بازن که تو ایران که درآمد که نه ایرانی، اصلا شیخ و مولا شما نمیدونی، ما که میدونستیم شیخ و مولا از بچه طلبگی که هستن همینجور کارشون هست تا بزرگ میشن. حالا این گزارش رو ببینید که نیروهای افغانی آماده یا تونن نره افغانستان که میگیم ملت و مردم افغانستان، چه پشتون چه ازبک چه هزاره هرچ اینا نیستن، این طالبان که در اونجا حاکمن، ظریف و روحانی اینا رو اونجا به قدرت رسوند، گرگ سایروس اونجا اینا رو به قدرت رسوند، از پاکستان آمدن، از کشورهای عربی آمدن، پاسپورت افغانی گرفتن، بیرون افغانستان کار میکنن. مثل درست تو ایران خود ما، تو ایران خود ما مگه ایرانیست که میاد دختر ایرانی رو کتک میزنه؟ مگه ایرانیست که میاد اونجا بیرحمانه با مادر بچه های ما رو میکشه و اعدام میکنه؟ اینا هم بیگانان، اینا هم افغانی، ما با افغانی برادر ماست، افغانی پاره تن ماست، آریانا آریایی پاره تن ماست، اینها استعمار و نوکران استعمار هستند. اینو یادتون نره، ببینید ایران به زودی جنگ، درگیری، انفجارات زیاد، این خبر بدی بود که خواستم بگم. هزار سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست، یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست،
میگن که خدا مهربان است ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. در این اعتقادی که حتی خدا گهی دشمنی هم اخبار و عبت که ها ندادیم ما هم لمه کنیم. به هلمان دو نیسته که نماز لوگری شریف بر شب پاک میبره، خو اختار نت ما میترسیم باز. اینه یک بشکه به خدمت دانست. وفقا للمعاهده هذا حق طبيعي لإيران، وإذا لزم الأمر سنستخدم أدوات الضغط لإجبار ذلك القسم من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون بشأن منح إيران حصتها المائية من مهر هلمان. حيث يك مجاهد الإمارات الإسلامية وسرباز إسلام مره إيرانيان ونظام مفسد إيران از دوران استعمار نسيم كي در برابر شما گذشت کنیم و تضرع سرهم کنیم. البته شما باید از که مدیون حوصله‌مندی بزرگان امارت اسلامی باشین. در غیر از این یقین داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار امریکا در برابر شما خواهیم جنگیدن شما و آنچه که حق ماست از کمپانی بلومی هست. این کمپانی با جورج سروس اینا با هم و با کمپانی دیگه بلک رو که بهتون گفتم اینا همه با هم یکی هست، یعنی یک کمپانی فایننس نیست، مثل که بانک های زیادی هست ولی اینا در اتحاد هستن. این ای بابا مایکل مثلا 1981 که سقوط شاهنشاه بود و آخونده آمدن اونجا و فلان اینا دکوناشون رو وا کردن و با همین پول نفت و فلان اینا میلیارده شدن تو دنیا، الان جهان هم دارن میگردونن. بعد به همه هم میفروشن، همه چیز هم میفروشن، فقط اونایی که فایننس دارن وقتی پول رد بدل میشه یه درصدی میگیرن. اسلحه عظیمی خره با اون میفروشه، باز از همون میفروشه، با یکی دیگه میفروشه، این درصدش میگیره چطکه مندیزه درصد میگیره. بعد همه میلیاردر شدن. حالا وقتی که بلومبرگر بگه که آقا میخواد افغانستان بیرون هم بکنه، در این شک نکنید چون اسلحهشون رو فروختن. اول وقتی که آمریکا رفت که چنیدین چندین هزار اجهزه میگن عربا، تجهیزات نظامی پیشرفته رو برای این طالبان گذاشت که ایران نداره. اون رو همونه که خود سربازی آمریکا ازش استفاده میکردن تو عراق و افغانستان برای اینا گذاشته. یک اینجوری بکنی جنگ ایران با افغانستان این دفعه، بعد تازه این طالبان خارمادر سرویسترن از خود آخونده. آخونده که دیگه فدایی ندارن، که جان برکف ندارن، که مثل زمان اون بچه که تو جنگ رفتن کشته شدن پرورش یافته. اون دورانش پادشاهی ایران بودن، مال آخونده نبودن که. الان شما که کسی ندارین، ولی به زودی با مهر یزدان، با مهر یزدان این دولت موقت ما اعلام کردیم، همشون هم تایید داشتن، ما هم متحد میشدن، کار داشت پیش میرفت، همه شوهو اومدن زدن منفجر شدن لامسه و این رو با او بده اوان داختن، با اون موی سر او خرابه ریشی و چپه و داسه اون فلان همه بهشون همین داختن. ولی خب نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد که پیدا شد شهریاری در ایران محبوب ترشون از اون بود که همه ترسیدن. و این شهریاری دختر خوشگل یاسمن هم که میبینن، یکی از یکی خوشگلتر، یه دختر دیدور رو رها دیدور، لیلا عزیزم، ایریانا، این شعبانه نه که خودش قد بلند ابرو کمند خوشگل ممرزا شاشرش میشه اینا، حالا به چهاش هم همه جور بسوزه داریم اونجا. تون ما کلی ولی عهد و شهریار و فلان نداریم از تبار رضا شاه، و الان این نشون دادن، بچه های نشون دادن، بچه های ایران میگم، ما به زودی ایران آزاد میشه و ما با صلح میترسونیم از ما آریایی هستیم، تازی نمیبر هستیم تا پای جان رفتن، وقتی که برای لچک میسوزنن جونشون رو بچه های ما میدن، وقتی که جوان رهنورد میگه قرآن نخوانید برای من، وقتی خانم با سگش میده تو فلان فوش میده به دینشون میاد بیرون، این نسلی که فردا پدافند ماست برای آزادی ایران که بشه، این نسلی که نسلی خواهد بود که اون امپراتوری های کوروش رو
زنده میکنه دوستی با همه، صلح با همه. چه باهایی و فلان و فلان اینا مخالفن؟ چون عقل دارن، خرد دارن، دانش دارن، آگاهی دارن. اینا از آگاهی میترسن. بهایی از بچگی آگاهی پیدا میکنه، از بچگی، مثل زرتشتیه، مثل یهودیه، از بچگی تو شکم مادرش کس بهش آموزش دادن، بهش حرف میزنن. تا میاد بیرون، من با بچه هم تو شکم مادرشون حرف میزنیم. تا میان بیرون بچه های متفاوتی هستن. خب اینا میخوان جامعه خر باشه، ابله باشه، علم صلیب رو بلند کنه، قمه بزنه، خودش رو داغون کنه. باهایی که این کار رو نمی کنه، دروغ میگن، نیرنگ میکنن، کلک میزنن، بچه ها رو اذیت میکنن، مدارسشون رو خراب میکنن، چه میکنن. ولی ما میایم همه چیز رو درست میکنیم. ما که میگم همین ملت، ما میگن 80 میلیونیم، ها 86 میلیونیم، ما 10 میلیون نخواستیم، 16 میلیون تازیایی که حاکمن ممکن تو ما رو نخواستیم، 70 میلیون ایرانی ایران رو میسازیم، زیبا، تمیز، همه کیف کنن. جنگ رو بر میاندازیم، جنگی نخواهد بود. پادشاه چقدر کردن که به جنگ زود متوقف میکرد، جنگ زود. سال 50 رفته بود مسکو، اینا پدرش بود صدام حسین حمله کرد به ایران، نمیدونه چرا رفته بود مسکو، خورش شف پف 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 ناکسا روسا تا چون دیدن شما اونجاست به صدام حسین گفتن حمله کرد. عمرای زدم دوام کردم به شام خبر دادم، بعد گفت تو قربان ما فرض تشبیه میخوام بریم بغداد نهار با هم بخوریم. شام گفت نه بابا نمی‌جنگیم، ما جنگ نه، ما جنگجو نیستیم، اما قدرتمند برای دفاع هستیم. شیخ و ملا و آخوند و حسین و اونایی که بهانه‌ای که بچه ها بردن رومین و با عراق جنگیدن توی ایران تموم شد، کسی برای اینه نمیره جنگ. اما برای ایران آریایی، برای کوروش، برای شهریاری، برای ایلامیان 7700 سال، مادها، اشکانیان، هخامنشیان، بچه های ما آماده هستند، ولی باز هم با نمی جنگیم. قدرت نشون میدیم، مثل هادی چوپان، هادی چوپان قدرت نشون میده، ولی کسی نمیزنه که، نمیزنیم که. تو کاراته جوده و کنگ فو میگه آقا نباید بزنیش داغونش کنه، باید بترسنیش، ما بترسنه بتا. مهربانی دارم به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام به برادر مهربان و نازنین مهندس امیر شجره درود بفرستم و ازش سپاسگزاری کنم با عنوان یک دوست، یک رفیق، که این پایگاه خردگرایی رو چندین ساله به خونه شما میاره. من میدونم تلویزیون پارس چه نقش مهمی داشته، مادرها، پدرهای عزیز، میدونم نواهاتونم میتونین پای این برنامه ها، من خبر دارم، سپاسگزارتون هستم. اون مادر بزرگی که اول برنامه نشون دادم اسمشون رو میدونید، من نمیگم، ایشون رو برید در خونش دستش از طرف من ببوسید و همه اونا که اینجوری هستن، تمام بچه هایی که پدر مادرشون نیستن دیگه، نمیخوام اسم بیارم، و مهربان یاران من بودن رو درود میفرستم به روان پاکشون و درود میفرستم به فرزندانشون که با ما هستن، با بوسه و مهر. بدرود. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues
sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort, qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن. ببین برو به من و به حسین و علی شدن نماد ایثار. عقل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار. سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها. تقسیم و تربین به تاریخ هزار ساله ما. می نویسم از غروبم از سقوط هفت هزار سال. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو به زر کشتی از کوروش و آن پشتی. برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. چه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. دست که روی پوشیده از شهر میگذرد و از غبار راه پوشیدم. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. تندرست باشید.